اللهم صل محمد, و آل محمد. این داستان هایی که توی خلقت رخ داده در ارتباط با امام جواد ما صحبت کنم صلوات الله و علیه تو طول تاریخ اینطور بوده ببینید انبیا 124 هزار پیغمبر و بعدم جانشیناشون اینا خوب از طرف خدا احکام رو می و مردم هم مکلق بودن ایمان بیارن قبول کنن یاد بگیرن جا. اونتا بشر دیگه مخالفت ها و کفار و آخه انبیای داستانی داشتن که درگیری میشد پیغمبرها حرفشون اینه میفرماند که من از طرف خدا دستور بلدم شما از من یاد بگیرید اومد دستورات خدا خوب به هم همه حالا شما برید هلیت المتقین تو منزل داشته باشید الله مجلس اون اخبار جمع کرده توی اخبار متفرقه اون آخراش چند ورق اخبار متفرق است از قول پیغمبر نقل میکنه که ستمگرترین مردم پادشاهانند یعنی هیچ کس ستمش از پادشاه بیشتر است ظالمترین مردم پادشاهانند با هیچ دین را نمی اومد یعنی بزرگترین ظلم موجوده یه نفر بیاد به زور هم هرچی من میخوام هرچی من میگم باور چی خب این وقتی او پیغمبر داشت دستور میداد که خدا مثلا میگه این ظالم تره خب کنتاک بوشه دیگه نمیخواد دست برداره پیغمبرو میگن یه حلال اون حرام اونا نمیخوان اجرا کنن ببینید مشکلات درست میشد و دعوه ها درست میشد چرا این همه با پیغمبر ما مخالفت میکردن؟ پیغمبر ما سه سال اول مکه تبلیغاتش مثل تبلیغات آخوندهای ما بودش کاری نداشت صحبت میکرد به منزلی هم بود پشت کوه صفاب منزل وسیعی بود مالی که از اینا که تازه مسلم شده بود اونجا جا بود جمع شدن صحبت میکردن میامدن بدیدن می قرآن رو بشنفتن موجزات رو معمولی طبیعی خب کسی هم نمیخواست قبول کنه نکنه خب میامد برای تماشا بود نگاه میکرد سه سال مکه اونقدر بزرگ نبود مکه جوری بود که مثلا پیغمبر خبرش اومد مبوس شده از غار هرا اومده زنش بشی ایمان آورده شاید کم نم یه ساعت نشد خبر همه شنیده هم. خب بزرگ نبود شهر خبرای اونجوری اونجا خب حالا بعد ما پیغمبرم اینجور نبود که مثلا یه وارد مکه بشه یا آدم ناشناسی چهل سال تو این مردم زندگی کرده بود زندگی پیغمبر از قبل از اینکه مثلا ننش شوهر کنه به پدرش قبل از انقدر خدا جلوه میکرده که یه چیز تو چشمی بوده این حضرت عبدالمطلب نز کرده بود داستان و چه و دعوا و درگیری و چه که اگه خدا به من ده تا پسر بده چاه زمزم و هفت میکنم چاه زمزم رو پر کرده بود و آب ازش در میارم چه و و فلان وقت ده, تا پسر داد یکیشون رو زب میکنم در راه خدا سر میبره و این عبدالله که پسر پیغمبر بود اینو میخواست سر ببره که این عبدالله به شدید زیبا بوده تمام مردم مکه دوستش نخیه قیافه زیبایی آمدن دست بود من عبدالمطلب التماس بابا اینو سر نبر یه کاری بکن یه فکری بکن یه چیزی بکن والا اینقدر مردم که بادارش کردم بریم مدینه از اون کاهنه بپرسیم به کاهنه بود از این حرفا میزد که جایگزینی براش معلوم کنه با لبش مفصله ها من بخوام از همینه بگم من قد جالب و معجزه و چی چند تا منبر میگیره حالا تو را چی شد و چی شد و بالاخره مدینه کاهنه چی کرد که چند تا شطور گفتن که ده تا شطور ما دیگه یه آدم کسی آدم بکشید تو ما ده تا شطور میدیم برش گفت بین ده تا شطور و عبدالله قرعه بندازید انداختن به اسم عبدالله در آمد گفت ده تا دیگه اضافه کن بیستا تا چلتا تا 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 ست تا جد ده بار بند خدا قرعه کشید ست تا که شد به اسم شطور آدر آمد حضرت عبدالمطلب چیز نکرد گفت باز دو بار کشید باز هر دو بار به اسم شطورا بنا شد صد شطور قربانی کنن عبدالله رو هم این خبر مشهور شد معروف شد عبدالله زن میخواست به ایشون بده آمد از مدینه از قبیله بن نجار اونجا مادرشون اونجا آمنه بده و وقت اینقدر خواهان این عبدالله داشت اون زمان جاهلیت و اینا بودش میگن شب عروسیش نمیدونم هفتاد تا دختر دخ کردن هم دویست تا زن هم چی چی شر. شر. قش کردن نخواست این بگیردشون شه بله رفته بودیم سر قبر عبدالله این دوستان جمع بودن چند تا من نشسته بودم چند سال پیش گفتم ایشون عروسی کرد اینجور شد اینجور شد گفتم ولی شب عروسی من نه کسی دخ کرد نه کسی قش کرد <تصفح> بیچارم که گرفتار شده بود دیگه چاره ببینید یه چیزایی تو چشم تو چشم مردم موسا میخواد به دنیا بیاد نود هزار بچه سربریده میشه که موسا نیاد اینا مردم میدیدن تا برای چه سر میبرد یه نفر میخواد زندگی فرعون بیره خوره کاهنا گفتن او در سال فرد به دنیا میاد سال فرد سال زوجون خب چه ترسیدهای خدا را میدازه موسای نیومده رو بشناسندشون حالا پیغمبر به دنیا آمده حالا پیغمبر از بچگی چه زیبایی عجیبی داشت چه بدن قشنگی داشت حالا تا یتیم بود دیگه عبدالمطلب بزرگ کرد تا هشت سالگی و بعد هم عبو طالب تا سنه که ازدواج کن او وقت یک کسی از من پرسیده وقت پیغمبر قبل از اینکه دین بهش بیاد قبل از بهست چه دینی رو داشته گفتم ما شیعه که ایچی ما شیعه که میگم دینش همه را میدونست از قبل سعدی تو کتابش گلستان بوستان سعدی سنه نقد میکنه دیگه میگه پیغمبر گفته کنتو نبیین ول آدم بین الماء و این که سنی هم از روایت قبول داره پیغمبر فرمود هنوز خدا آبا رو با خاکا قاطی نکرده بود گل آدم رو درست کنه من بودم و پیغمبر بودم کنتو نبیین ول آدم بین الماء و اینا روحشون قبلا خرص شده همه علم هم بهشون داده شده با هم دینش اجرا میکرد هم دینش اجرا مو به مو تو با کسی کار نداشت هم دین اسلام اجرا تمام این کمالات، تمام این خوش اخلاقی تمام اینا بود همیشه خیلی تو چشم بود که این چه با همه فرم کنه بچگیش با همه فرم کنه جوونیش را رفتنش میشناختن زدن به بس صحت به سلامتی یه مشکلی که تو مکه بود مشکل بزرگی بود و اینو بعد جوری میکردن مکه حکومت نداشت کلونتری و شاه و علا حضرت و اینا هر طایفه رئیسش از احال طایفه حمایت میکرد و اینا میگن ملوک و توایفی و عوام با هم خیلی میکردن درگیری هم هی داشت اون وقت یه بیچاره مثلا فرض کنید که شطورش امروز میرفخت خب زمان جاهلیت بود همه دوست و چه و فلان این بیچاره خب شب میبادن خب پولش رو به زور میگرفتن میرفتن خب دستش به جای نبست تو تایفه ها باید دفاع کنن این تایفهش قوی تر بودش ما چیکار کار کنیم پولش کجا بذاریم و و این پیغمبر مال بنه هاشم بود پول میذاشتن پلوش 17 سالش بود 20 سالش هرچی بود, هر بود. میلیاردها ها حالا چی. تو کیسه بوده مخبول آتلا اون آقرد ما تو اصلا تو محل بنی هاشم دو جرعت نمیکر بیاد اگه بنی هاشم میان میفهمدن یک کسی به قصد غزدی اومده این شب تو محلشون ولی چیزی هم ندوزیده زیر قبه قمر بود پیداش میکردن دو میکردن اینقدر اینا قوی بودن از این کارا خوچه معلم همه دوزی کنی ولی اون نکرده بیدرسیدن از اینجا پیداش میشه پول هم همجور اونجا بودش هر وقت هم پولم برو برده یه خیلی چیز خوبی بود مرا مردم بیچاره هر وقت پول داشت میترسید بوده بوده میرمز پل بگنم اش گفتن محمد امین امین اللهم شم می میشناختن همه آه پول تو بیم بده هر وقت هم بریم خوش اخلاق هم هست نصفش هم هم بیره نده برو خب این شروع شد که این په. آدم سلامت محض این آقا راست گفتن چه چه بلا حالا ایشون چهل سالگی از قاره هر را اومده پای من پیغمبرم بابا میدونستم مردم وقت خدیجه پونزده سال قبلش به راهنمایی یک دانشمند یهودی که گفت خدیجه تمام آثار پیغمبر آخر زمان تو این جوان هست که من در تورات دیدم فقط پشتش پشت کتفش مهر نبوت خونده خورده میشه از شما ازش خواهش کنی یا قوم خشید با هم مال قرش بود خدیجه اینا مال قرش بود تایفهشون یکی بود قبیله شد حالا تایفه که اونو بنی هاشم خوب چرا باشه صدا تو گوچه میرفت تا مهره رو یهودی دید نره کشید افتاد رو باهای پیغمبر حالا سنش 24 سال سن. داود حوار تو پیغمبر آخر زمانی و ایمان آورد و چو خیلی خدیجه تعجب کرد که این پیر مرده دانشمنده شد. پیغمبر رو حرف نزد آره اونه نگفت چون حالا وقتش نبود و سر چل سالگی میگفتن پیغمبر باشه کشید رو گفت خدیجه این پیغمبر آخر زمان دینش همه دنیا هم میگیره و بعد گفتش که تو تورات نوشته از قوم خشاش یه کسی زنش میشه یه خانومه اولادای اون زن تا قیامت امامان این امتن و اون زنم فقط تو بهشت هم راشه از زنهایی که میگیره فقط اون زن تو بهشت بگو خدیجه تو که شوهر نداری قوم خشش هم هستی خود تو با, با شوهر کن خدیجه از ایمان به تورات اومد شوهر کرد خودش خاصگاری کرد پول داد خرج کرد خیلی هم زحمت داشت براش همه مردم فهمیدن بگه بچه دو سه ساله که نمیفهم به پول یعنی ولی همه که چطور شد خدیجه رو که پادشاه ایران ازش خواستگاری کرده بود به خاطر پولش دست رد داد نگفته بود رفته مثلا به این پسره که پول نداره و یتیم ابو طالب رو میفهمیده بعد میگفتم اون یهودیه گفته و میگن این دینش همه دنیا رو میگیره اون. اون زنش در بهشت میگفتن الان مردم برای هم پولاشو برای چه خدیجه هم داده به این. تمام ثروت رو بخشید بشه یک پسر اموی داشت خدیجه ورقه ابن نوفل بود ورقه ابن نوفل این عالم نصرانی بودش اول کسی هم بود که انجیل رو به عربی ترجمه کرد جناب خدیجه تقدید میکرد از ایشون حضرت خدیجه مسیحی بود بایدم مسیحی باشه قبل از پیغمبر همه باید مسیحی باشه نگه نمیرن جهنم و مربیش هم همین سرموش بود یعنی مرجع تقدیش اونم عالم خیلی خوب ورقه دو سال قبل از اینکه پیغمبر مبعوث بشه از دنیا رفت ولی پیغمبر از معراج برگشت بود فهمون خدیجه پسرموت دیدم تو بهشت لباس سبز تنش بود او به من ایمان آورده بود و من قبول کرد ورقه اون مخی چیز میکرد می... میگفیم پیغمبر میشه خبراش داد اونم تشویق میکرد به این ازدواج و پیغمبر قبول داشت حالا بله بعد بله. از کتاب های آسمانی که بلشون بود ببینید همه میدونستن خواهی چیز چرا اینجوری خدا سرسدار این میدازه که بابا بیا ایمان بیاد دینت تو درست کنه خب بفهم کسی پول از بخواد خواهی آقا رسول خداست یاد بگیر ازش ببینید خدا شناسی دین این آمد نه برای پیغمبر ما برای همه پیغمبر خدا هم برای, برای ما داشته معرفی میکرده معجزه بوده حالا پیغمبر همیشه 17 تا معجزه همراش بود معجزه میخواستم خیلی ببینید یه همچه اوزایی داشته اونجاها ها میگذشتی چرا انقدر مخالفت میکردن مردم کسی مخالفت با شخص خدا با خدا کاری نه یا بوت ها رو دوست داشته نه انقدر خر نبودن که خیال کنم بوت ها ازش کار میبینن میدم بوت ها هیچ خبری نیست میگم نیست اون تا برای خودشون مغازه باز کردن بوت ها احترام میکردن همه چون این کارو میکردن برای خودشون ما بوت با. اون بوت ماس اون بوت ماس بوت براش نبود چیزا چیزایی که دنبال شهوت ها بودن دنبال خواسته‌ها ها بودن دنبال منم منم بودن دنبال نفسانیاتشون بود ابو چرا انقدر شدید مخالفت میکنه ابو سفیان پول داره پول 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 داره مکه است میدونست که این مخالف با کاراش چون ربا خور بود میدونست ربا رو چون شراب خور بود میدونست ابو سفیان هر شهری مال و تجاره میرد ببره شب اول بهترین فاحشه رو برش میآورن چون بول میداد میدونست این نمیکنه ناراحت از این کارا میگه بعد فاحشه نباشه با اینا ناراحت بودن نمیخواستن اصلا رئیسیشون نمیخواست از دست بدن با ناصر شهیوات شما خیال میکنه الان ترام با نماز خوندن ماها مخالفه یا با روزه گرفتن ما و آقای مخ... با نماز روزه کار برای چه قدرتش در خطره قدرتش اونه ولا بهانش چیزا اون وقت هم همطور بودش ده با سر من و تو قدرت اینم رئیس سایفه هم همینطور هم دیگر میپایدن اون هم که مال طایفه ها بودن خب رئیس شون نیمد ایمان بیاره یا جرت میکردن یا یه نفر که میمد ایمان میورد خیلی فداکاری میکرد رئیس سر میذاش زیر پا هم رسم رو دعوا با ننه شروع میشد دادشش میزدش قاهرش جیغ تا اینجوری بود نمیذاشتن کسی بیاد ایمان جر رفتی کنار دشمنی ها اینجوری منم هم و تو باشه زست دشمنی ادامه داشت ببین یه همچین مشکلاتی شروع میشه و انبیای سابق چی فلان و خداوند برای اینکه حجتش رو تمام کنه بگه بابا این انبیا من انتخاب میکنم من علم میدم یه هم میبینم که زکریای پیغمبر که تو جوونی زنش نازا بود عقیم بود نمیزاید حالا که دیگه شده زنش نمیدونم چقدر سالش 90 و فلان این خودش 120 سالش بود بچه نداشت یه <مورد> <مورد> موردی پیش آمد حالا موردش هم قرآن فرموده و خدا خواست که یه فرزندی به من بده حالا این که میگو فرزند به من بده میگن که یه طلبه این راست ها دور یه طلبه خیلی دلش میخواسته نجف همین قضیه ما چلی سال پیش 100 سال پیش زن داشته باشه روش نمیشد به عرض داری بگه زن یا علی بچه یه روز صبح زود رفته او زیارت خلوت بودن و سرده گاهی دید از اون زری صدا میاد چیز بیدی بچه شیر خوره اونجا گذاشتن رفت تا رفت سه بچه بزرگ کنه چی بچه هر بزرگ رفته کار هر خیلی براش واضح شد که هر سری کنیم بچه بچه رو بردش تو حالا آورده جا نداره زندگی نداره درس میخواد بخونه تو طلبه و حوزه شیر کجا بیاره ترخوش چجوری بکنه یک مصیبت کو زنه میگه من شیر میدم نمیدم دو بار میام من قبول میگیرم بچه گرفتاری یا آخرش چند روز گذشت که خیلی بیچاره شد دیگه زد به سیم آخر یا علی من زن میخوام بعد بچه میخوام چه بخوام تو بهترین ادبای بلغای فصیحیم من به کنایه میگفتم یه دوزی آمده بود دوزی کنه تو حوزه نبود کسی چو اصلا فکر نمی کرد بچه تو این حجره باشه چیز اینجاست پاشه گذاشت اون کتاب رو برداره رو شکن بچه گذاشت بشه بچه ما اونجوری هم. اونجوری من هم دید اینه در رفت بچه هم اونجوری هم. حالا جناب زکریا چون دید برای مریم دارن انگور از بهش میارن میوه بهش میارن غذا میارن سرپرست مریم بودش به دلش که خدای بچه همجوری بده از آسمون به من بچه اونجوری میخواست اما چه بیارم خدا بهش میگه زکریا من به خودت میخوام بچه بدم این اصلا سوره مریم با جریان زکریا شروع میشه ذکر رحمت رحمت سی سد و پنج رب که عبدهو زکریا از نادا ربهو نداو ان خفیه مخفیانه با خدا خودش بود و آره بچه به من بده گفته که خدا یا من وهن از منی این انبال از انبال شرعی بلوش جمع شده بود و اولاد نداشت میمور سر امواش ارث میبردن پسر امواش همه آخوندهای درباری بودن اون زمان هم شده بود او حکومت و اینا یه سری برای خودش آخوند داشت اینام سباق با هم خوبم نبودن این اینکه تو اسلام رخ داده بود هارون رشید میگه من خلیفه ام دور برش زیاد داشت میگه من چیز دارم سعودی که نمیگه من دین ندارم میگم من اول ال ام اخوندم دارن پیش نمازم دارن عالمم دارن اونجوری بود خب ائمه ما بودن که با اونا مخالف بودن و این درگیری همیشه بود اون چشم نداشتن زکریا رو ببینن اینا دین مسلم. صحیح رو داشتن اونا ادعا این پسرم ماش همه درباری بودن میدونست پولار میبرند و ویچ بعد بله میشه میگه خدایا من الان استخونام شش شده سرم هم که ماش سفید شده لم اکن به دعا کرب به شقی این جمله خیلی قشنگی ها کان یکونو بلا دیمومیت فعله میگه هیچ وقت تو عمرم نشد یه بار از تو چیزی بخوام و ندی فعل چه مستجاب دعوه بود چی حالا خواستد جناب زکریا من از این پسرم میترسم می بعد از من اینی خفت الموالی من ورایی من از بستگان بعد از خودم بیمناکم اینا پول رب میبرن و زنم هم که نازا بوده از وقت همه میزایدن که نازا بود حالا که دیگه پیر شد یه بچه به من بده که دوستان تو باشه از من ارث ببره اموال رو از آل یعقوبم که این آل یعقوب پیغمبرم همشم بکنه شو تا بچه من قرارش بده که هم مالا رو درست جمع کنه هم پیغمبری بکنه اینا و خوب, خوب قرارش بده بجه رب برزی ندام از یا به خودت میخوایم پسر بدید گفت به خود تعجب میکنه میگه رب انا یکونو لی قلام من صد و بیس ساله آخه من که زنم نازار خودم هم که پیر شدم دیگه توانایی ندارم خدا فرمود همینطوره که تو میگوی زنت نازا بوده الان هم سن قدور صد فلان تو هم که صد و بیست سالته بعد بله همینطوره تا ناتوان اینا ولی ذکر یا من میخوام یه چیز خلاف معمول انجام بگیره که تو چشم مردم باشه معجزه باشه آیه من باشه یادت خلقت کردم هیچی نبودی تو زاری زنی که هست توی که هستی من خلق میکنم فهمید خدا میخواد بشه بده دیگه گفت خدایا حالا کی بخوای بچه اونجوری به من بده من بفهمم کی میخواد بشه این دعا کرد کی میخوام بشه تا اون روزی که این قضیه واقع شد پنج سال بعد شده آخه شما با خدا طرف نشید خدا اونجوری نیست که من شما فهمم. مثلا فلان کارو بکنه و همین 20 سال دیگه کرد خدا بعد صبر کنه حوصله داشته باشه خدا کار کار داره بله کار خودش میکنه میکنه مستجا این الان زمن چی به خیر خیلی فهمی امشب این میکنه ولی بله. پنج سال بعد یه از حوصله ها میخواد حوصله امتحان حضرت زهرا بین در و دیوار که عمر در و فشار داد بچه رو سخ کرد پهرو رو شکست ایشون صدا زده یا مهدی مهدی فرزند حالا دوازده میشه چرا علی که اونجا نشسته و مهم در از مهدی صدا نمیزنه او میدونه که خدا الان دست در نمیاره انتقام امتحان بشه امتحان ها رو بد بکنه بکنه امتحان میخوان مردم بدن ولی مهدی میکنه پویا مهدی رو جواب میده تا از مهدی ظهور میکنه میاد نه قبر در میاره زندهشون میکنه محاکمه میکنه ابو بکر و عمر رو ببینید میدونن که راضی اند به این مسائل الهی اینجوریه دیگه باید امتحان سر کن تو مردم چه افتاد که زکریا هشتا تا شاگرد داشت مثل آقایون درس مراجع بین درس میدن شاگرد های دارن این همه به قول پیش نمازهای های محله ها و منبری ها و اینا شاگردش گفتن که خدا به زکریا گفته که بچه میخواد از خودش رو زنش بده یه حرف تو همه مردم پخش شد به زکریای پیر مرده. زنش که بابا نازا بودش که میدونست زن که زکریا با مادر یحیی آبجی بودن یکیش زن امران بود یکیش زن زکریا که حضرت عیسی و حضرت یحیا به بودن میشناختن اینا رو امران بزرگتر از زکریا بود قبل از دنیا هم رفتش استادش هم بودش پدر مریم حالا این خبران رو می چجوری چی بچه این که زنش نمیزه آخه بچه زن تینسه. نه بابا دروغ فلان اوائلش هم گفتن خب شاید خدا میخواسته مثلا ولی دیدن طول کشی طول کشی گفتن بابا یه دروغه و چیز کردن خدا این بکنه بگنم نفته اول میکن. اینا امتحانات مردمه مردم یکی میگه بعد یکی نه یکی شک داره یکی میگه دروغه یکی راسته پنج سال بعد داشت مناجات میکرد علامت پیدا شد دید وقتی با مردم میخواد حرف بزنه نمیتونه حرف بزنه اما با خدا میتونه حرف بزنه ولی هیچ هم نیست تو که الله تو کل من ناس با مردم نمیتونه حرف بزنه هفتاد دو, دو ساعت سلا و سلا و تو این هفتاد دو ساعت رو بچه رو بله خدا جوانی رو به این زن و شوهر برگردند و بچه درست شد برای که شوخه میکنم میگفت یه بار یه دفعه آی یه دفعه حالا خیلی که هر شب هم شوخی از برای این که میخواست به شاگرداش بگه که اون وعده هم میخواد بشه چون حرف میزن نمیتونست به حرف بزنه خرج علاقه او من المهراب با اشاره که میخواد بشه اون بچه دعا بکنه چی بکنه سب او بکنه خانمش حامل شد بله بچه هم آمده بچه یهیای پیغمبر شیش ماهه به دنیا آمد میگن از اول آدم و اول بشر تا قیامت فقط دو تا بچه شیش ماهه مون تو آدم بچه شیش ماه باید بیشتر باشه اگر نمیگو یکی یهیا بودی که امام حسین مصر. امام حسین هم شیش ماهه آمد باشه. یه بند خدای گفت بچه ما من پنج ماه چقدر نزدیک شش ماه شد ما چیزو گذاشتیم توی نمچی و زنده بود حالا من میدونه سمعت من میمیره گفت بذاریم چو دیده بودم روایت بچه شش ماه فقط دو تا تو خلق از زنده میمونه اینا علامت یحیای اون دین و امام حسین این دین ما اینا آیات الهیه آیات الهی حالا یحیای که به دنیا اومده سه سالگی پیغمبر شده سه سالش بود آقا بچه سه ساله میگه تمام تورات و حفظ بود معجزه داشت عبادت میکرد چه خبر چرا مردم ایمان پیدا کنند بابا قبول کنید خدا رو قبول کنید خدا دیدید زکر یا بچه داشت شد حالا کسی با, با این زنه دفتی بچه آورده یا, یا دروغ یا چی فلان خب سه ساله دارد تورات همه حفظ اینجوری این دروغه و اینکه من یا یحیان مقامش از زخریان بالتر بودش <applause> ببینید این این از این این آیه که بیا تو این دین ما جناب امام نهم نه ما این علامت خدا آورد یه بچه هفت ساله حالا آخرش یه نقل نه سالم داریم ولی بالاخره پدرش از دنیا میره در مرف در توس اینجاها یعنی امام هشتم او اونجا امام میشه او یک بهانه ای درست کردن این بن لباسی ها که مخالف بودند و میخواستن به هم بزنن دو دروغه نه بابا این بچه امام که مگه امام بچه بازی حالا باید درس بخونه چیز باید بلد باشه چی, چی بشه نه دروغه اینا میگفتن بابا خدا اگه بخواد مثل یحیا یحیی رو خب میگفتن سه سالگی آتینا و حکم از یا بچگی به من نموت دادیم خب داده شیعه ها میگفتن نه بابا دروغ حرفا کتون یحیا یا چی چی فلا ببینید چه خرجای میکردن چه خبر بود دولت بن لباس فرستاده در سراسر جهان از فیزیک دانا شیمی دانا طبیبا همه ی علوم سختن سوال و خریده خریده که سوال بگو جوابشم بگوید که بیام تو مکه ها مکه هم میومدن تو منا که این سه روز خوب وقتم هستش منا بیکارند ها جا الان جمعیت زیاد میره و چه هایه. کار یه ساعتی دارن بقیهش نشستن تا فردا بشه سه روز بیکار بیان از این پسره که میگه من امامم اینا به صورت سوال کننده سوال کنند کافی بود یکیش غلط جواب بده یا بگه نمیدونن بلد بودن بود از دور بلد بودم باقا دروغ رفته داری شعار کردم بلد نبودم هزار نفر اومدن سوال کرد خدا بلده چجور خدایی کنه بابا یکی دو تا بسته حالا میخواه تمام معمورایی که آمدن سوال تو این سه روز منو هم سال اول از امام باقر هفت ساله یا نه ساله امام جواب کردن سوالی که داشتن قبلا جوابشم داشت هیچ کدوم نگفتن من سوال نکردم همم هم گفتن درست جواب گرفتار شدن علمای ما که خدایا سه شبانه روز هفتاد و دو, دو سعیتتون منا اولا سه شبانه روز کامل که نمی، نمیمونن ببینید منا که میرن روز دهم دیگه دهم ده یازدهم ده دوازدهم هم زور میان بیرون مگر اینکه حالا چه فردان بمونند اگر اینقدر تو این فاصله اخه سی هزار ده هزارم که بکنیم ده هزارم که بخش برچه چی؟ به هر سوالی سوال کنه جواب بگیره این خودش هفتش ده شبانه روز وقت میخواد آخه نمیشه در زمان و هر کدوم میگفتم سوال کردیم گفت بله جواب جواب رو اینجا که رفته بودن سوال رو خریده بودن پول داده بودن و خیلی میگن معمول ها دیگه آدم قدش حالا هم هرچم تحفظ کنن اینا رفت که این بچه بلد بوده سوال رو امام جواب دنیایی معرفی شد دنیایی یه پسری به دنیا آمده مثلا نو سالش حالا آخرش همه چی بله فیزیک شیمی جبر هندسه تب همه ی علوم ببین خدا چجور تبلیغات سن چقدر نو یه همچی اینجور مشهور شد که ناچار شد مأمون ایشون رو به هر قیمتی بخوادش پدر خودش نگه داره دخترشم هم به زور تزویج کنه بهش که دامادم دامادم بروش باشه کنترل کنه مردم قیام نکنند قیامه میکردن مثلا این امام جلوش باشه موریدار ب مسائل داره میکسیم بن لباسی ها مخالفت کردن گفتم تو پدرش آوردی میخواستی چه کنی چه کنی فلان بیا ولی عهد بشو چی بشونم اول که بیا خلافت رو قبول کن بعد اینطور اینا حرف و اینطور معروف کردی چی کردی دوباره این پسر رو آوردی دو کرد این گفتش که نه اینجون ها من چی هستم فلان بیشتر از اینا شعر بود معمون در این حال کافرن دیگه ملعون آقا نکنه حالا ببینیم اینا بزرگترین دانشمند رو انداختن به جون امام و سوال جواب هم ازدواج که سیغه خوندیم خواستش نفشن که یه یه بو چی سوال کرد آقا چی سوال کرد یح... راست امروز داشتیم مسائل حیز رو میخوندیم ای کسی قبلا سابقه نداشته باشه نمیدونه زنهای اولا شیش دست هستیم تازه دسته اولیش که از همه رونتره که عددی و وقتی از منظمتره تره چه مسائلی هر کدومش داره دیدین هر کدوم چی تو کتاب حج اون وقتا شکار که میکردن شکارها مختلف گبت شکار میکردن آهو شکار میکردن چیش حالا هر حال هر اون دی... نباید شکار کنن در حال احرام هر کدوم باید دیه بدن چی دارن کفاره داره اینقدر تو این کتاب های فقی نیستش مورد خب ماشین برم بیاد شکاری نیست اون وقت چون گرفتار بودن نمیگفتن اگه مثلا شب باشه چی روز باشه چی عمره باشه چی حج باشه چی شکار بزرگ چی شکار کوچیک چی چه روزی شکار کرده بچه کرده چی اینا اینقدر مسئله داره که خدا میدونه اصلا دارم که شهر می نویسه داره مقداریش تو کتاب شرای قبلی ها بوده بیچاره میشه شادم اسما رو بگیره اسم هی اون شده جا دفقه دیگه این بعد بلد بشه این یحیی ابن به حساب خودش گفتش که آقا اگر کسی در احرام شکار کنه تکلیفش چیه آقا فرمودن که احرام حج هست یا احرام عمره این شخص مرد یا زنه این شکار در شب بوده یا در روز بوده از کبار سید بوده یا از صغار سید بار اولش یا بارای بعدشه توبه کرده یا توبه نکرده هی اینجوره اونجا اونجوره یا اینجوره یا اونجوری من ضرب تقسیم کردم پنج هزار و ششصد خورده این مسئله میشه این اصلا میلرزید بدن هم حوازش نبود این فهمیدن بلد نبود خودش اصلا رنگش پرید که این مسئله اینقدر کشو از هیچ نگفت نمیدونه اینقدر کشو قوست حالا آقا گفتن این سوالی بکن سوالی هم که بلد نبود آقا جواب دادن مفصل هر کدوم فرداش میدید معمون چی جنسش جلبه. همه جمعه آقا اون سوال که شما از یحیا کردید میشه جوابشو بدید چه رساله فارسیتون دو هزار تا مسئله داره و حجمش انقدره پنج هزار مسئله من چند بار خوندم تو یه صفحه یه صفحه نیم هم نمیشه تو این جملات آقا همه جواب رو گفت اصلا معجزه از اینجور حرف زدن اصلا اینجور حرف زدن کسی نمیتونه یه جوری جواب بده که همه اینا توش در بیاد او با سواد بود متوجه بود چه خبره خون میدیدن اینا رو مردم معجزات هم میدیدن با چیزی که نمیخوان بیاد خدا رو ایمان بیارید دین رو قبول کنید قرآن هم که هست خب اینا امام خب برید بهش نخید دو روز دنیاتون ببینید فجت ها و خدا تمام الان هم تموم میکنه به همه تموم میکنه همه جوره خود بشر نمیخواد خدا رو بپرسته بخواد هرکش ببینید من شما خیلی مخلوق انسان بعدش هم جنها و فرشته ها این سه مخلوق خیلی مخلوقات مهمی هستند نسبت به بقیه مخلوقات خدا تو این قرآن میفرماد هر چی تو زمینه برای شما خلق کردم یه جای دیگر قرآن میفرماد هر چی تو زمین آسمونه برای شما خلق کردم اینقدر بزگر تو این خونه برای چی نامه برای هم چند که توی خونه اینقدر بشر برای خود وقت این بشر اینجوری بعدا برای ابدیت هستش حالا حد که آره یا تو جهنم یا بهش ولی هی هست و وقت میخواد خط داده چی داده خب بیاد قدر خودش بدونه روش بده به خودش با خدا آشتی کنه خدای خودش رام برای همه باز ابزار و آلات هم به همه خدا داده به همه ببینید میخوام سوره نحل رو بیارم براتون اینم سوره نحل آورده خب حالا آوردم سوره حالا آیه کجا الان آیه شم برای شما ببینید چه خبر داره تو دنیا میگذره خدا میفرماد این مطلب خودش که ببین چه خبره یا عالم چه خبره دستانش. خدا میفرماد که از بحب. از رو بخونه صفحه دویست هفتاد و پنج آخر آیه هست هفتاد و هشت یعنی یه خط با آخر دو آخر, آخر آی. اول صده هفتاده هفت, هفت. ببینید با همه در خدا حرف میزن و الله اخرجکم من بتون امهاتکم خدا بیرون و بر شما رو از شکم مادرش به همه میخوردیم همه لا تعلمون شیعه اون وقت که اومدید هیچی نمیدونستید هیچ خوره چجوری این چیز بلد بشه ابزار بهش میده و جعل لکم از و و با این گوش و چشم و قلب اما همه چی رو یاد میگیریم خب اگه گوش نداشتیم خیلی محروم میشدیم خیلی چیزا رو ما از شنیدن یاد اگه چشمم نداشتیم خیلی چیزا رو نمیفهمیدیم هر دو هم داشتیم و تو قلب تجدیه تحلیل میشه فهم در این ابزار رو داده به بشر بشم میفرماد لعلکم تشکرون چرا از این ابزار تشکر نمیکنی قدرانی یعنی استفاده نمیکنی بریم جلو جهنم ما میشیم شما این جهنم رو نگاه کنید حالا از این قرآن گوش کنید میفرماد ولقد ذرعنا جهنم کثیرا من الجن والانس این همه جن و انس ما خلق کردیم اینجا تو جهنم چرا لهم قلوب لا یفقهون بها اینا قلب داشتن با قلباشون نمیخواستن چیز بفهمن اعیان لا یبصرون ها چشم داشتن نمیخواستن ببینن گوش داشتن نمیخواستن بشنون بلکه مثل چارپایان و بدتر در خداوند میگه چرا از ابزار استفاده نکردی اومدی تو آتیشا خود میفهمیدی گوش میکردی چرا انقدر بدی چرا انقدر شروری خب ابزار داشتی اینا ببین اینا این هم تو سو سوره علی اسراء میفرماد لا تخف ما لیس لك به علم چیزی رو که علم نداری پیگیر پی نشو علم رو باید کسب کنی به دست بیاد ان سم اول بشر اول فؤاد کل اولای که کان انه مسئولا گوشت چشمت قلبت از همه من سوال میکنن ندیدی آره نشنیدی نفهمیدی کار داره خود با اینا شما بیا تو جهنم و کنار واس ببین با این ترامپ دیدن حرف میزنن و کتکش میزنن دیده شرارت کرده نشتیدی دیدی نفهمیدی فهمیدی داشت با امریکایی میگم من گوش مردم هم خودمون خود من بوده که شما که نوزده بار تو جایدن تبستون توفانه نوزده بار و بودن امتحانم کرد نه هواشناسی هم دیده بودن چرا همه فکر طوفان بیاد ببینه الان در خبر میرن بارون سه روز دیگر الان میفهمم چی داره که داره میاد به این طوفان مقدمه داره بیاد میاد اما یهو طوفان شدید برن. قبل اینا بریم یه طوفان یه لحظه همه رو کشت گفت پس چی؟ گفت خدای خمینه این کار رو کرد گفت امریکایی چی بگه؟ غیر از کار خدا کار کسی نیست خواهی همه دنیا نشسته و سدا یو تگرگ انقدری بیاد بزنه این درخت و مرخ هم خورد کنه غیر از خدا کسی این کنه چیز طبیعی هم نیست برای خدا خب همینه میخواد بگم چرا با خدا در افتادی با من چرا در افتی که آفریدگارت هستم چرا ظلم میکنه چرا سدم؟ از این ابزارها استفاده بکنیم سم بسرف و فعال خب همه جورش هم کرد این اون دفعه مده منزل آجا با آزاده آی تبا تبای آوردن که کچک پنس منزل هم بودیم که آجا آن بغلشون میکردن این سندش کم بود الان که بزرگ شده هر جمع از قرآن میخون این عربستان بردن این ورور بردن انگلستان پنج تا دکتر آخیشون سوال که میکردن مثلا دوای ایت چیه حالا ما که سوال همون به معمولی بود دانشمنده سوال آیه میخون که تو اون آیه دواهه بودش. پنج تا سه تا پنج تا دکترا بشتم بی خودی دکترا کسی اون عربستانیا گفته بودن گفته بودن که ما تا حالا تو امام جواد میگفتیم دروغه نه راسته بچه اینا رو بدو دیدیم به چشمام خدا نشونه تا دا اینا که ادای امامت هم, هم بخوام میخوام بگن آقا ببینید ازش اینا قبول کنید خب دین داشته باشه خب به رو به بپسید و خدا به همه کار میکنه تمام به همه اطفاق موجه تا چقدر آشتی باشن اشخاص با خدا میانش با خدا چجور باشه بله من و شما خب اگه با خدا میانمون خراب بشه یا کم بس با کی میانه داریم با نفسمون میانه داریم ما بین خودمون و خدا همیشه مرددیم خودمون راضی کنیم یا خدا همیشه هم بله یا نفس و شهوت و چوف شما قیامت اگه بیایم میبینیم همه صدای وانفسا بلند میشه وانفسا یعنی وانفسی میگن اون فش هش همه میگن امان از دست خودم چون میفهمند خودشون کردن هیچ کس نگه میتونسته نک میتونسته نکه همه هم میدونیم هم شما بشین پلو من پلو هر کس هر انسانی ولو عوض میاره بهانه میاره شما که بری میفهمه بی خود میگه خودش میدونه الانسان علا نفسهی بسیره ولو القا معزیره. ده تا عوض میاره که اینجور شد که مثلا من نکردم شما که بری خودش میدونه بابا به تنبلی و به در سختگی نکرده شما رو انداخت رفت خودش عوض میفهمه بشر میدونه چه کار است خودش میدونه چه کار باید آقای چند وقت پیش فرمده بودن که انسان هر کاری رو بخواد بکنه راش رو پیدا هر کاری هم نخواد بکنه بهانه شو پیدا بشره خب بندگی بکن خدا را اطاعت بکن خودت نجات بده درجاتو بیا کسب کن آقای حرف قشنگی زده بود این قشنگ که الفتو روایت هم دست یک کسی آمده حالا این که خوشمز دیدم بگم <تص> براتون یه آقای داریم از دوستان خیلی وقت ندیدمش خیلی خوشمز است این سلمونی هم داره بله خیلی شوخی یه دفعه بودن کل بخوریم با ماها بود اونجا بلند بلند میگفتش که خیلی سال پیش ها. نه هم پنجه سال پیش چون هر چه سال که انقلاب هر چه هر سال چه سال پیش مثلا گفت یه خونه هست متراجش هم سی ست متر و چند طبقه و آب و برق و تلفون چون یه قیمت کمی گفت مثلا اگه ای خونه اینجوری مثلا فرض اون زمان سی میلیون بوده این مثلا گفت هفت میلیون خود تحجیب میکنم که باره. اون بند خودش داشت کل پا... م... پزیه. دیدم که دستش چیز کرد و تمیز کرد و اومد سر این بیز ما با آقا این خونه کجاست تمام کنه آدم که یه همچی خونه گفت شهرستانه آ شهرستان ممکنم بوشت ارزونم باشه این اونجا که رفت خندش گرفت نمیگفت شهرستان ها بعد اومد با خیلی آمدن خبر آوردن آقا زن بخوان بهت میدن زیبا و چه عجیب همیشه هم دختره همین سنم هم نمیمونه میمونه خودت هم همیشه همینطوری همه چی هست نه. تاریکی نداره چی نداره این بهشتی که میگن خیلی میارزه هر آره چقدر پولش پولش شقدر بدین پولش هم من دیگه کردن همین نمازه که خون دیدم آره شما به خونه با به پول میخواد خونه بگیره اونم چند سال تازه چرا مشتری پیدا نمیشه یا کم پیدا میشه ایمان میخواد باور میخواد باور کنه مشتد بشه باور که بکنه بله براش مایه میزه آمدن خبر از آخرت ها بردن از دنیا ها بردن ببینید برای شما این قرآن کریم حالا اون مقدار که بفهمید واقعا هممون همطوری، هم هم من اینو قبول دارم اگه بگن آقا هزار مرتبه میکشیم به من به شما مال و ثروت که ایچه بگیرن یا این ق... یه کلمه قرآن رو میخوام نابود کن این مکلمه نباشه نه آماده ام که هر چی داریم بدیم هزار بارم زنده شد و بگو این کلمه باشه خب قرآنی که اینقدر مهم میدونیش چه میبشی بخونیش <تصفح> چه یاد چه تفسیر رو نمیخونی مهم به واقعا خب قبول داریم خب, خب ببین چی تو شاخه حالا فرق مهم خیلی ما ببین جرسته ببین حالا الحمدلله ما این مقدارم اون که قرآن قبول نداره یا مصیبت اون چی میشه ببین اینا چی بکنم دنبال این ام امتیاز ها یه امتیازی رو که دنبالش باشید اینه که پرونده نذارید توش گناه باشه اصلا نیاد گناه و اگر هم هست توبه اینا بیروش شو از امتیاز ها خیلی محروم بشه و حالا عبادت ها از دست نره همین نماز عجیب غریب فلان درست خونده بشه تکالیف انجام بید اینا اتمام حجت ها هستن برا ما ایشون نه ساله یا هفت ساله امام شده امام جواد پسرش امام علی النقی حتما هشت ساله شده اون دیگه شک تو سالش نیست ممکنه یه سال هم از این کوچکتر بوده اگه آقا نه بوده ممکنه یه سال بوده. اون نیست این امام جواده خیلی ورور کردن نشد بگن امام نیست دیگه سرسدا خوابید اینو دیگه امام علی النقی ها جور شده ایشون شهیدش کردن هشت ساله خوبه امامش حالا دیگه نمیشد اون بازیار بن لباسه در برن رو دشمن اینا بهانه درست کرده خلیفه عباسی حالا بهانه رو شما نگاه کن که پدرش چون داماد ما بوده خب داماد معمون شد دیگه حالا به صاحب ما مناک آزنش آخرش کش حالا. این پسر درسته این پسر بالا دختر برای این داماد ما نه اینو باید برسیم بشی کنیم نامه نوشته بودن به حاکم مدینه که یه شخصی که با سواد باشه چی باشه پول حسابی بده که این بچه رو درس بده که این بی سواد نش پدرش رفته کلک پدر سوختگی که به تو مردم پر کنند اینا درس میخونن این حاکم مدینه همشاگردی داشت و که حاکم نشیده بود تو مکتب با هم همشاگردی بودن فهمیده بودی رفته تو کار دین و آن سوزن نبودن رفته قرآن و اینا این صداش کرد که اره اونجلیستو بیا بریم دست اینجا جمع آمدن که بله خلیفه سفارش کردند و دستور دادن به حاکم مدینه و اینجا بیان درس بدند این معلم قرآن رو بده است حالا آقا میکنم سه هشت سالش. این معلم قرآن چند روز رفت یه روز این حاکم مدینه این روز غیر از این چیز حاکم بودن رفیق بودن با هاش همکالیسی این اومده شه روزی رنگ پریده و یه جوری و اما رو گذاشت اینجا و لباس رو در برده گفت ببین آقا رفیق بودم با. یا خودم الان میکشم یا من دیگه نمیرم درس بگم چی شده گفت بابا من میرم در میزنم با احترام درو در باز میکنه میدوه جلو گفت منو جفت میکنه دوزانو مینشینه گوش میکنه قشنگ خب بعد بپرسم ازش حالا که شروع میکنه به گفتن این علم ها کسی نداره از من پرش بچه که هیچی نیستم من ای عرق مرزم خجالت میکشم باقی اون همه چی میدونه بعدم که میخوام بیام میدوه کفشه من رو جب میکنه تا دمه در میاد احترام معلمی رو داره و از می حب میام خونه یک ساعت بیهوش از ناراحتی افتادم که مثل که مثلا بچه رفته با اصل درس بده خیلی خجالت میکشه آدم گفتم من دیگه نمیرم بابا بیا پی خودی پدر سوخته است میخواد شرارت کنن تو مردم بگن اینا درس خوندن من درم. من و یه کسی که برفس یا من بکش من که نمیرم نمیش <محن> بابا ول کن حرفا بدتر میشه مردم لو میره بلدن دیا به مقصد همجوری خونسا کنن خدا ان شاء الله دست من شمار بگیره خدا دائما کمکمون کنه لا لا. خدا همه الان به امام جواد ببخشدم ارزم بر این که ارزاق مردم روزی های مردم رو پیغمبر اکرم دست امام جواد ده. همه این این امروز بود دیروز بود از خدا مخواستم که خدایا به امام جواد جوری کنه که این مریضی و گرفتاری ها بره لا لا.